آقای استاندار، کمک کنید استان را به 3 تا 4 قسمت تقسیم کنیم. چالش جدید اعظمی نماینده مردم جیرفت و انبرآباد برای استاندار کرمان. جناب آقای استاندار، شما در حد استاندار فرمانبرترین استان کشور هستید و در حد میتونم بگم من عمر میکنم 4 استان دارید مدیریت میکنه. به همین دلیل فرصت نمیکنه به جای جای منطقه سر بزنیم. به سال جنوب تا شمالش حدود 800 کیلومتره و چه شما بخواید چه نخواید، علارغمی که بنده عنوان میکنم با تمام وجود از دولت و استاندار عزیز من حمایت میکنم، از شما خواهش میکنم به ما کمک کنید که استان کرمان هم تفکیک بشه به 3 یا 4 استان و ما اینو چه شما بخواید چه نخواید این موضوع رو دنبال کنیم. تقسیم استان کرمان خبر جدیدی نیست. سال هاست که برخی نمایندگان استان خواستار این موضوع هستند. طرفداران تقسیم استان کرمان چند هستند؟ گروهی چند قسمت شدن را خوب می‌دانند و برخی پافشاریشان فقط جدا شدن جنوب کرمان است. این گروه معتقدند تقسیم کرمان راهگشای توسعه است و بودجه بیشتری برای جنوب کرمان و مناطق دورافتاده از مرکز جذب می‌کند. در سال 90 بود که محمد رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورا گفت استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور قطعاً استحقاق تقسیم شدن به 2 استان را دارد و البته باید زمینه‌های تقسیم بررسی شود. پس از آن هم نمایندگان جیرفت، انبرآباد و پنجگنج در مجلس این موضوع را مطرح کردند. آبان‌ماه سال 95 یک بار دیگر زمزمه استان شدن جیرفت در جنوب کرمان با حضور اسحاق جهانگیری در میان مردم قوت بیشتری گرفت. زیرا هنگامی که بسیاری از حضار شعار استان سبزواران را سر می‌دادند، معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد بعد از این سفر تبدیل شدن جیرفت به استان را بررسی می‌کنیم و زیرساخت‌های لازم برای این امر باید ایجاد شود و امیدواریم بتوانیم جیرفت و انبرآباد را توسعه دهیم. اما پس از این صحبت‌ها گفته شد مسئولان ارشد کشور صلاح به ایجاد استان جدید در کشور نمی‌بینند و این روند متوقف شده. استاندار کرمان هم قبل‌تر در این باره گفته هیچ طرحی در این زمینه مطرح نیست. پیش از آن هم رزم حسینی استاندار سابق کرمان گفته بود شهرستان‌های استان مکمل هم هستند و اگر این طرح بخواهد اجرا شود باید با دقت به تمام جوانب اون اندیشیده بشه. تقسیم استان خراسان در سال‌های گذشته نیز تجربه ای است در تقسیم کردن یک استان. به گفته برخی‌ها این موضوع سبب چابکسازی دولت شده و رقابت‌ها افزایش پیدا می‌کند. همچنین دیوان سالاری کاهش پیدا کرده و برای هر استانی استاندار به صورت مجزا امکانات لازم را از دولت عکس میکنند. از طرفی برخی ها می گفتند تشکیل 3 استان به طور همزمان افزایش هزینه ها را در پی داره. استان کرمان با مساحت 183,000 کیلومتر مربع اولین استان پهناور ایران است. برای رفتن از شمالی ترین نقطه تا جنوب استان چیزی حدود 700 کیلومتر است. این موضوع سبب شده مردم شهرهای انار و شهر بابک مراوداتی با شهرهای استان یزد داشته باشند. از طرفی شهرهای جنوبی نیز روابطی با هرمزگان دارند. سال 95 بود که چند دیدگاه برای تقسیم استان مطرح شد. گروه اول می گفتن استان سمنگان با مرکزیت سیرجان، استان کرمان با مرکزیت کرمان و استان سبزواران با مرکزیت جیرفت تشکیل شود. گروه دوم معتقد بودن استان رفسنجان با مرکزیت رفسنجان، استان کرمان با مرکزیت کرمان و استان سبزواران با مرکزیت جیرفت تشکیل شود. گروه سوم اما دیدگاه متفاوتی داشت و خواستار تشکیل استان جدیدی به نام مکران با مرکزیت کهنوج، قلعه‌گنج یا منوجان، استان بم با مرکزیت بم و استان کرمان با مرکزیت کرمان بود. حال با مطرح شدن مجدد این موضوع از سوی نماینده جیرفت و انبرآباد نگاه‌ها به سوی مجلس و دولت است. آیا این بار تقسیم استان با جدیت دنبال می‌شود و یا همچون سال‌های گذشته به فراموشی سپرده می‌شود؟ نگاهی به موضوع تقسیم استان نشان از آن دارد که گره این مسئله شاید در دست دولت‌ها باز نشود و مجلس نشینان هم نتوانند کاری از پیش ببرن. اعظمی یا هر یک از نمایندگان هم اگر قصد باز کردن این پیچ تاریخی را دارند باید مسیری غیر از بهارستان و دولت را جستجو کنند. برای دنبال کردن ما کافیه این دکمه سابسکرایب را بزنید.